سلام و صد سلام به شما گلهای بهاری توی خونه که با اون نگاه‌های پرمهرتون پای گیرنده ها نشستین تا برنامه شروع بشه. امیدوارم همیشه دلاتون سبز باشه و روحتون نارنجی و خنده هاتون مثل توت فرنگی قرمز. خیلی آشنا بودین سلام و احوال پرسی ها؟ یا خیلی پرملات بود. عجیبه، مگه این سلام و احوال پرسی عادی و معمولی مردم توی کوچه خیابون نیست؟ نه، نمیدونم کیا و کجا و تو کدوم شهر و محله اینجوری با هم خوشوبش میکنن، سلام علیک میکنن. بعضیا چششون به دوربین که میفته فکر میکنن باید یه جوری حرف بزنن که کسی نفهمه چی میگن، که الحق و بالانصاف 100% هم موفقن، واقعا هیچ کس نمیفهمه که چی دارن میگن. من سینا ولی‌الله هستم و با چند شنبه یه ساعت اینجام. مطمئنم که شکوفه های کوچولو الان رفتن خوابیدن و شکوفه های بزرگم که بسته به جنبتون داره، ریموت رو محبت کنید، باتریشو در بیارید که اگه عصبی شدید خواستید کانال عوض بکنید، من تا گذاشتن باتری فرصت داشته باشم شاید نظرتون رو بتونم عوض کنم. صبح که داشتم راجع به موضوع این برنامه فکر می‌کردم، یاد یه خاطره‌های مختلف شیرینی می‌افتادم که از جلو چشم کنار نمی‌رفت، نمی‌ذاشت که ما به چیز دیگه فکر کنیم. برای همین مجبورم که برای ادامه برنامه این خاطره‌ها رو برای شما بگم تا بتونیم بریم سراغ باقی برنامه. یکی از خواننده‌های خوبمون، خانم البته، یه بار اومده بود پیش ما و میگفتش که طرح یک برنامه کاملاً جدید و متفاوتو داره. گفتیم به به، طرح چی هست؟ گفت یه استودیوی بزرگ میگیریم پر از تماشاچی، من میشینم بعد مهمونای مختلف از دکتر و مهندس و هنرپیشه و خواننده و آدمای مختلف رو به عنوان مهمون دعوت میکنیم بیان با من بشینن صحبت بکنیم راجع به مسائل مختلف و کارشون. این برنامه اپرا نبوده؟ دقیقاً، ما هم گفتیم که این طرحتون رو فکر میکنم 20 سال پیش اپرا دزدیده و الان داره اجراش میکنه. خیلی با اعتماد به نفس گفتش که اپرا؟ من اپرا رو نمیشناسم، اما چون من از بچگی این ایده رو تو ذهنم داشتم و با خیلی در میون گذاشتم، شاید طرح من یه جوری به دستش افتاده. حالا یه خاطره دیگه هم داره، من امروز کلی خاطره اومده بود تو ذهنم، کل دوران جوانیم و کودکیم هی ورق میخورد توی ذهنم. یه هنرمند دیگه میخواست یه برنامه بسازه، خودش هم میخواست موجیش باشه، راجع به ماری کنی. میگم من یه برنامه موسیقی میخوام بسازم و اولین برنامه هم در رابطه با ماری کنی هست. ما هرچی گشتیم ببینیم ماری کنی کی هست؟ این برا بگرد، این برا بگرد، نه چه که نرسیدیم دیگه، با ترس و لرز رفتیم گفتیم شاید ما نمیدونیم کیه. گفتیم این ماری کنی رو میشه یه آهنگش رو برای ما پخش کنی که ببینیم کاراش چه جوریه. یه جوری برگشت ما رو نگاه کرد، عاقل اندر صفیح که پشتش هم تو دلش، در واقع پشتش نه تو دلش، داشت به ما میگفتش که ابله چطور ماری کنی رو نمیشناسی؟ ما گفتیم خب نشون بده. رفت توی اینترنت و توی یوتیوب یه ویدیو رو آورد، ما این تایتل ویدیو رو نگاه کردیم، دیدیم نوشته هیرو مرایا کری. ما تقریبا میشه گفتش که من و باقی برای بچه های دفتر تا خونریزی معده از شدت فشار انقدر بیشتر فاصله نداشتیم. برگشتیم گفتیم که مجید جان، این مرایا کریه نه ماری کنی. مجید جان که ماشاءالله روش بیشتر از این صحبت ها بود، خیلی دوباره با اعتماد به نفس زیاد ما رو نگاه کرد و برگشت گفت دوستای نزدیکش تو محل ماری کنی صداش میکنه. موضوع برنامه این هفته در رابطه با همین قضیه است، نه ماری کنی، حاشا کردن. با ما از طریق فیسبوک، توییتر و اینستاگرام در ارتباط باشین، کلیه اطلاعاتی هم که لازم دارین این زیر هست، در خدمت شما.
مطمئنم که همه دیوار برلین، دیوار چین، دیوار صوتی، دیوار خونه دختر همسایه و دیوارهای مختلف رو خوب میشناسید. مخصوصا این دیوار خونه دختر همسایه یکی از دیوارهای خیلی معروفه. اما یه دیواری هست که از همه این دیوارها کارش درست‌تره. اونم دیوار چی اگه گفتی میسا؟ دیوار چیه؟ دیوار هاشاست دیگه. از کجا میدونی؟ نمیدونی بلندترین دیوار دنیاست. راست میگه. دیوار هاشا بلندترین دیوار دنیا. این دیوار که بلنداش بسیار زبانزد خاص و عامه، اتفاقا متعلق به ما هم، یعنی مثلا دیوار چین اگه توی چینه، دیوار برلین اگه توی آلمانه که البته خرابش کردن دیگه الان چیزی ازش نمونده، این دیوار هاشا هنوز سر پاست و مال ماست. ما رقابت رو در این زمینه کاملا از بین بردیم چون رقیبی نداریم. البته یه نکته رو من اینجا باید اعلام بکنم که هاشا و هاشا کردن از یه جایی سرچشمه میگیره که اونم تناقض و دروغه. یعنی اول دروغو میگیم، وقتی آره دیگه مچمونو گرفتن تقش در اومد، اون موقع ما شروع میکنیم به ساختن این دیوار، عمل بنا رو میاریم و دیگه آجر و سیمان و اینا شروع میکنیم به ساختن دیوار هاشا و در انتها میریم سر دیوار وای میستیم و خیال خودمونو راحت میکنیم. سرعت عملمون هم در ساخت این نوع دیوارها بسیار بالاست. البته این نکته رو اضافه کنم که دروغگویی در واقع دو حالت داره. اولیش مربوط به کساییه که واقعیت رو میدونن و نمیخوان بگن. دومیش مربوط به کساییه که کاملا نسبت به مطلب یا موضوع بی اطلاعن، یعنی قد بلرچین راجع به موضوع اطلاع ندارن و علکی یه چرندی میگن که کم نیارن. ولی موقعی که صدای تق یا همون باز شدن مچ ما میرسه، هر دو گروه به یک شکل هاشا میکنن. تو همین برنامه پرطرفدار، تو این برنامه نه البته، چون این برنامه منه، تو همون برنامه پرطرفدار 90 کلی به این دیوار هاشا بر میخوریم. برنامه 90 رو که دیگه لازم نیست من بگم که چه برنامه و کی و چه وقتی و چه ساعتی و چه جوری میتونیم ببینیش. یکی از پربیننده ترین برنامه های ورزشی ماست و من خودم هم به شخصی میشینم نگاه میکنم. تا هم اینطور میسازتون چون جدیدن تو علاقه من به فیفا شدی. فیفا من فوتبال تا حالا پام به توپ نخورده، ولی از وقتی که من هم آلوده کردی به فیفا، آره باید بشم 90 هم نگاه کنم. آره بشین برنامه 90 رو نگاه کن که از این بعد موقع فوتبال بازی کردن نگی این آفساید یعنی چی، چرا نمیذاره من گل بزنم. من اولش بودم. آه الان دیگه کارشناس فوتبال شده. الان دیگه با مسی بازی کنم، مسی از من میباز. این برنامه 90 رو میشه به عنوان برنامه مستند راجع به این دیوار عظیم بهش نگاه کرد. در واقع مثل برنامه های دیسکاوری چنل یا نشنال جیوگرافی میمونه که در رابطه با دیوار چین مثلا برنامه میسازن، راجع به دیوار هاشا میتونن مثلا این برنامه 90 رو به عنوان برنامه مستند بهش نگاه بکنن که به این موضوع میپردازه. یعنی اینا سر هر موضوعی با هر کی تماس میگیرن کلا منکر داستان میشه و یکی دیگر رو میندازه وسط. همه هم در اولین لحظه برقراری تلفن، اگه تماس تلفنی باشه، در حالت عرفانی ملکوتی عمیقی هستن و در قید هیچ وابستگی مادی و زمینی وجود یعنی نیستن، اصلا نیستن اینجا. بعد که از خلص عرفانی در میان و دوباره پا رو زمین میذارن، شروع میکنن به گفتن اینکه اجازه بدین، اگه اجازه بدین من یه جمله بگم، یه جمله بگم. بعد چون این دوستان از دوران مدرسه فقط تعلیمات دینیشون خوب بوده و دستور زبان فارسیشون خیلی داغون، یه جمله شون حداقل 12 تا فعل داره و در واقع 2-3 تا پاراگرافه، ولی به اسم یه جمله میخوان بفروشنش. همه هم دلیل و مدرک مستند دارن برای اثبات حرفاشون، ولی نمیدونن کجاست. فیلم و عکس طرف رو دارن نشون میدن، بازم هاشا میکنه و منکر میشه. فکر کنم این داستان فتوشاپ برای فیلم و صدا از همینجا باب شد، چون قبلا کمپانی آدوبی نرم افزار رو فقط برای عکس تولید کرده بود. بعد ما پلاگین های اضافی هاشا کردن رو روش سوار کردیم که بتونیم در آینده ازش استفاده بکنیم. درسته؟ دقیقا. تو استفاده میکنی از این پلاگین های هاشا؟ همش اینا که داری میگی اینا فتوشاپه، اینا تو نیستی که.
بعضی وقتا ما یه کارایی میکنیم و خودمونم مشکلی باش نداریم، راضیم، یعنی خوشحالیم که داریم این کارو انجام میدیم، ولی یه دفعه با دیدن نظر منفی دیگران کل داستان رو میبریم زیر سوال، میبریم زیر علامت سوال، البته هاشاش میکنیم، که البته اگه مدرک و سندی دست کسی نداده باشیم اکثرا موفقیت آمیزه، ولی اگر داده باشیم مدرکو میگم دیگه کارمون زاره. البته بهتر اینه که وقتی کاری رو که دوست داری انجام میدی دیگه تا آخرش پاش وایسی، نزن زیرش، که تنها نتیجه‌ای که از این قضیه میگیری زایی کردن خودت یا خودمه یا خودمونه. کل شقی هم یک جورایی به هاشا کردن مربوط میشه. مثلا اگه همون اول که اشتباهی میکنی بپذیری و سعی کنی که اشتباهو درست کنی، کار به جاهای باریکتر نمیکشه. اگه یه جا مچتو گرفتن دیگه برای بالا رفتن از دیوار خیلی دیره. بیا پایین عزیزم، بیا پایین، بیا عزیز دلم، بیا پایین، بیا سعی کن حلش کنی. مطمئن باش با سر دیوار رفتن هیچی حل نمیشه، تازه طرف رو به خونت هم تشنه کردی. نوع بانمک هاشا کردن مربوط به زیبایی میشه. میدونی چه جوریه؟ کسی فوت کرد تو این فاصله؟ چرا؟ خیفت ماتم زده شد؟ صحبت زیبایی کردن ناراحت شدی؟ از اون بالا افتادم پام شکست. زیبایی تو برنامه‌های قبلی اعلام کردیم سلیقه‌ایه، اما هاشا کردن مربوط به زیبایی یه مبحث جداگونه خیلی جالبیه. مثلا طرف دماغشو، یعنی دماغش قبلا اینجوری بوده، بعد یه رفعه میبینی اینجوری شده، بعد ازش میپرسی که عمل کردی؟ میگه نه، مادرزادیه، موهاش بلونده، ریشه هاش در اومده، داری میبینی که سیاهه ها؟ میگه من رنگ موهام 2 درجه از این تیره تره. طرف هیکلش عین مارک والبرگ میمونه، این آقا. میپرسی باشگاه میری؟ میگه باشگاه چیه؟ کی وقت باشگاه داره؟ یا هیکلش اینجوریه؟ میگی دیگه آخه این دیگه باشگاه گذشته. میگی قرص میخوری؟ میگه نه داداش، قرص و آمپول ضرر داره، فقط تمرین، فقط باید تمرین کنی. این احتمالا خودش آجرای دیوار هاشا رو بلند میکرده دلش اینطوری شده. اصلا بلند خودش ساخته دیگه، کارگر رو عمل بنا صدا نکرده. آخه چرا دروغ میگی؟ مگر ما رو بوق؟ مگه ما رو بوق؟ فرض کردی؟ رسیدیم به عزیز دلمون، اسپانسر برنامه. ببینیم سوال این هفته چیه و برنده این هفته یا برنامه قبلی چه آدم خوشبخته که قراره $1000 نصیبش بشه. بریم ببینیم چه خبره. آخرش هم، یعنی اولش قبل از اینکه به آخرش برسیم، بگم خدمتتون که اون شماره تلفن و اون ایمیله، من بعد هر دفعه مثل که این قضیه رو تکرار بکنم چون نمیدونم چرا باورتون نمیشه. به خدا اینا شماره تلفن و ایمیل همین آی سی ام کپیتاله، با اینا تماس بگیرید. تو صفحه فیسبوک ما اگر جواب سوال رو بدین نتیجه ای آیرتون نمیشه. بریم سراغ سوال. بیشترین خرید و فروش ارز توسط کدام واحدهای پولی انجام می شود؟ و برنده قسمت 7 برنامه مجتبا افضلی پور، ایشون 2 هفته فرصت دارند تا مدارک لازم رو ارائه بدن و جایزه خودشون رو دریافت کنن. یاد یه نکته دیگه افتادم در رابطه با تناقض، یا با همون تناقض که خیلی جالبه. وقتی روی برنامه دیل اور نو دیل کار میکردیم، برنامه تمام یا دوام، چون تیم تولید کننده اصلی این برنامه ما رو در ساختش همراهی میکرد، خب ما باید همه چی رو با اونو چک میکردیم دیگه، چون توی ورژن های دیگه این برنامه در سراسر دنیا برای ورود به مسابقه تست های مختلفی رو باید طی بکنن، از جمله تست روانشناسی و سلامت جسمانی. اینا میخواستن همین سیستم رو برای ما پیاده کنن. ما ازشون پرسیدیم دیگه این تست ها دیگه برای چی دیگه؟ ثبت نام میکنن میان شرکت میکنن دیگه. گفتن
حتما باید این تستا انجام بشه برای اینکه ببینیم در مواقع خوشحالی و ناراحتی از شدت ابراز احساسات براشون اتفاقی نیفته. ما رو میگی بابا چقدر خارجی، چقدر باحالن اینا. گذشت، سری اول شرکت کننده ها رو که برای تست فرستادیم، بعدش اونا تصمیم گرفتن کلیه قوانین و تستا رو برای ما لغو کنن. اما دلیلش چی بود؟ تو ورژن های دیگه طرف وقتی میباخت تو سرش میزد، گریه میکرد، جیغ میزد، دیگه خودشو میکشت. وقتی میبرد میپرید این ور، میپرید اون ور، دوباره جیغ میزد، جیغه رو همیشه میزد، بعد مردم رو بغل میکرد، قلقله ای بود. اما تو ورژن ما طرف میبرد این ریخته بود، طرف میباخت این ریخته بود. ازشون میپرسیدید هیچ حسی نداری از بردت یا از باختت؟ میگفت نه. میگفت خوشحالی؟ خوشحالم. یا میباخت؟ ناراحتی؟ ناراحتم. هیچ جوره حاضر نبودن نشون بدن که خیلی خوشحالن یا خیلی ناراحتن. یعنی این تناقض رفتار درونی یا قلقله درونی، این جوش و خروش درونی رو بروز نمیدن، با رفتارشون کاملا متفاوت بود. مثلا میگفتم ما هیچ چیز، ما راحتیم، مثلا هیچ مشکلی نداریم. بعد پایین میدیدی که دوچار خونریزی شده مثلا از شدت فشار. و این نکته بسیار جالبی بود که باعث میشد ما در انتها به این نتیجه برسیم که خب اگه قرار باشه اینجوری ادامه بدیم بهتر ادامه ندیم، برای این برنامه رو متوقفش کردیم. دلیلش این بود. رسیدیم به بخش اون بره آبگونه، یعنی بریم اون بره آب ببینیم به گونه هایی که از برنامه لید نایت شو یا شبیه برنامه ما تولید میشه چه جوریه، چه گونه هاییه. گونه های آبزیه آقای کارگران، ببخشید صحبتی در رابطه با گونه های مختلف کردن. چی گفتن؟ بله بله، خدمتتون عرض کنم که برای برنامه این هفته میریم سراغ جیمی کیمل. جیمی کیمل تو برنامهش، یعنی تو برنامه‌های هر هفته، هر روزش، یا فکر می‌کنم هفتگیه، این بخشش ممکنه هفتگی باشه، یه دستگاه الکی دروغ سنج رو با کاسه بشقاب درست کرده، چراغ و زنگ و این چیزا هم بهش وصل کرده، دستیارش هم که ماشاءالله سیبیل کلوف دیواز خودش، لباس فرشته‌ها رو تنش کرده، بچهای کوچیکو دعوت می‌کنه تا ازشون تست دروغ بگیره. بچهای بیچاره میرن اونجا میگیرن میشینن و این سوالایی که ازشون میکنه این بچه‌ها، با توجه به اینکه این تست دروغه و این دستگاه دروغ سنج رو کلشون، بهش جواب میدن. بریم ببینیم چه جوریه. Hello. Hi. How are you? Good. Now, this is the truth fairy. The truth fairy is going to hook you up to this machine. Go ahead and start doing that. This is called a lie detector. Do you know what that is? No. A lie detector is a machine that is able to know if you're telling the truth or not. Okay? So I'm going to ask you to just tell the truth, the whole truth, and not a half truth. Okay? Okay. Is that comfortable on your head? Yeah. Okay, we're off to a bad start. Just, is that, feels a little uncomfortable, right? Okay. What is your name? Joelle. Okay, Joelle. How old are you? 5 1/2. And what grade are you in? Kindergarten. Kindergarten? Do you like all the other kids at school? A few not. A few not. Who do you have a problem with? Once I was playing on the playground, this guy was being really mean to me, so I don't like that guy. His name's Riley. Riley, okay. Riley, all right. Anybody else? No. Nobody else? Do you secretly love Riley? No. A little bit? Just a little bit. A little bit. Okay, okay. Yeah, sometimes that happens when boys will tease girls at school and they're mean to them. It's because they really like them. Did you know that? No. So I have a feeling Riley has a crush on you. Mm-hmm. Have you ever killed anyone? No. Okay. Do you think you ever will kill anyone? No. Okay, that's good. Do you know who let the dogs out? Yeah.
Who? 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 That's weird that it would do that, huh? Are you always nice to the other kids in your class? Yes. Not always? Not always. Yeah. What do you do sometimes? I have a friend named Jaden, and once I tagged her on her because when I was drawing, she just scribble-scrabbled on it. Oh, she scribble-scrabbled all over your drawing? Mm-hmm. And you tattled on her? Yeah. And you felt like that wasn't a nice thing to do? Yeah. But why did she scribble-scrabble all over your drawing? I don't know. That wasn't a nice thing for her to do. Would you ever scribble-scrabble on her drawing? No. You would scribble-scrabble on her drawing? Yeah. Okay. That's kind of what I thought. All right, do you have any secrets that you're keeping from me? Yes. What are they? I like Griffin. You like Griffin? Who's Griffin? There's a boy in school and he's really cute. Oh, he is? His name's Griffin? Does he know you think he's cute? Yeah, because once he chased me. Uh-huh, that's how you know. Did you let him catch you? No. But secretly you want him to keep chasing you, don't you? Yes. Isn't that always the way? That's why we can't figure women out. I mean, what is it with you people? You know? Yeah. Anything you want to ask the truth fairy? Go ahead. For my birthday, can you buy me a gumball machine? Okay. Okay. Good. I'm glad we got that settled. Well, thank you very much. It was very nice to meet you. Thank you for telling the truth most of the time. جالب نبود؟ خیلی قشنگ. خب الان من یه دروغ سنج به سر جناب علی ولکن وضع کنم. بس کن. من که دروغ نمیگم. صداها چیه؟ اگه راست میگی، اگه تو آدم راستگویی هستی، دیشب کجا بودی؟ دیشب مگه قرار نبود که کارای این برنامه رو انجام بدیم؟ کجا رفته بودی؟ خب چه ساعتی کجا بودم؟ کلا دیشب ساعت 7 شب تا ساعت 10 شب کجا بودی؟ سر کار خونه بودم. راستشو بگو. من که اصلا نبودم. من دیشب اصلا نبودم. کجا مگه من گیلاسم اینم برگامه. ببین. همراه ما باشید در ادامه برنامه. من تکلیف این گیلاس رو الان روشن کنم. این مثل برنامه قبلی از اون که گفته بودن یکی از دوستان مهمونا رو ریزه پیزه و کوچولو موچولو بیارین، بحث گیلاس بود. اینجا سلام، من ترتیب این گیلاس رو الان میدم در خدمت شما خواهم. ببین راست میگن هنر نزد ما ایرانیان است و بس. خیلی چیز البته نزد ما ایرانیان است و بس، اما هنر یکی از مهمترین بخشایی که در اختیار ماست به طور دربست، و موسیقی هم که یکی از مهمترین بخشای هنری دنیا محسوب میشه، ما به شدت درش دست داریم. خیلی هم قبولش داریم، یعنی کلا یه نفر رو هنرمند نمیدونیم مگر اینکه تو موزیک دستی داشته باشه. موسیقی کشور ما بسیار پرسابقه است، اما چند سالی سبک و سیاق‌های مختلفی وارد موسیقی ما شده که بسیار هم محبوب پرطرفدار و جذابیت داره. یکیش رپه. رپرهای زیادی رو هم داریم که کار همه‌شون خوبه، اما به نظر من یکی از بهتریناشون و با استعدادتریناشون مهمون امشب ماست، عرفان. سلام، چطوری؟ خوبی؟ خوش اومدی. خوب. سلام. احوال شما خوبی؟ قربانت. لطف کردی اومدی، خیلی بزرگواری کردی. ما پدرمون رو درآوردیم تا تونستیم تو رو بکشیم تو برنامه. علی گذاشتیم واسه. خورتی عوض می‌شد، من نمی‌شد. خیلی گرفتار بودی فکر می‌کنم تو این چند وقته. آره، این مخصوصا این دو سه هفته گذشت. یه ماه گذشته خیلی درگیر بودم. یه ماه پرکار بود. البته فکر می‌کنم یک سالی بود که خبری از یه ذره کم شده بود، میوزیک رو نداده بودم. آهنگ داستانی خودشو داشت کلا. یه سال و نیم دو سالی بود که، ولی الان این
امسال خیلی پرکارتر شدم و همیشه داره خوب کار جدید شده. چه خبر چیکار کردی؟ من میدونم میخوای برای دوستان بگو. آره کار جدید که همین حدود شاید 3 هفته پیش یه میوزیک ویدیو جدید دادم، 3 هفته یه ماه پیش حدود 2 هفته پیش هم یه آهنگ جدید دادم بیرون، باز خیلی خوب بوده و یه موزیک ویدیو جدید با سوگن گرفتیم برای آهنگ جدیدمون که باز قراره بیاد، نمیدونم دقیقاً که شاید نزدیک سال نو بیاد بیرون. خب پس سال خوبی رو در واقع. آره این چند ماه خلاصه آهنگ دارم، حتی ماهی یه بار، خب ماهی یه ماهی یه بار. آره خیلی خوبه. دیگه چه خبر؟ دیگه همین چه دیگه. زندگی شخصی چه خبر؟ زندگی شخصی که دیگه با موزیک یه جوری میگردیم. زندگی شخصی واسه خودت ساختی. آره. یه سوالی حالا همینجور برای من همیشه پیش میاد، این هنرمندای ما، هنرمندای رپ ما، رپرهای ما در واقع با هم واقعا دعوا دارن؟ یعنی این کلکلا واقعیه؟ ببین دو جورش هست، یکی اینکه خب اولا تو رپ رقابت هست، رقابتش هم خیلی وقتا مثبته به خاطر اینه که میگه موزیک من اینطوریه، موزیک تو اونطوریه، خلاصه باعث میشه که همه بهتر بشن توی دراز مدت. یه سریاش هم به خاطر اینه که ایرانیا کلا ما خیلی تیمی بلد نیستیم با هم کار کنیم، تیم ورکمون خوب نیست، حتی یکی سبکشون هم شبیه هم نباشه چش نداره ببینه پیشرفت یکی دیگر رو، برای همین داستان خیلی وقتا هست. ولی من خوشبختانه رابطم خوبه با اکثر بچه‌ها، خوب بوده. تا حالا شده با حالا یکی از رپرها مشکلی پیش بیاد، درگیری پیش بیاد، کتککاری بشی مثلا؟ کتککاری نشده با رپر، با غیر رپر زیاد شده. خب ولی ولی اصولا خیلی خیلی شیم بوده که واقعا مثلا این رپری شاید خواسته با هم همکاری انجام بدیم یا مثلا من نخواستم انجام ندادم، بعد مثلا خب چرا انجام ندادی؟ خب ببین انقدر آرتیست و اینجوری زیاده، آدم مشغله زندگی خودش هم داره، آهنگای خودم هست فلان اینا، خیلی وقت خب نمیشه آدم توی یه سال مگه چند تا آهنگ میتونه بده؟ و یه وقت هم ممکنه خب واقعا من از سلیقه‌ای از کاری که خوشم نیاد نخوام باش کار بدم، نه که حالا بهتر باشم از طرف، مثلا اون کاری بهمش ندارم، سلیقه‌ای ممکنه که بهم نخوره کارم، من نخوام با اون طرف کار کنم و ناراحتی نداره که میدونی. با کدوم هنرمندا کار کردی؟ کلن رپرا رو میگی یا با هنرمند دیگه هم کار کردی؟ خب آره با خواننده هم کار کردم دیگه، مروارید بوده، سوگن بوده، کار کردم. رپر نیستم. رپرها خواننده نیستن مگه؟ نه خب ذره فرق داره، رپرها خواننده نیستن، رپرها رپرن. جدی میگی؟ من این نمیدونم. نه خواننده هم کسایی که مثلا میگم مثل با مروارید کار کردم، با نونا کار کردم، با سامی بگی کار کردم، با کسی اونجا کار کردم. رپرها هم زیاد بیشتر بچه خودم بودن، بچه های پایدار که تیم خودم هن، که سینا تهم بوده، خشوار بوده از قدیم، افرو با هم کار کردیم، سرکش بوده دیگه، پایا بوده باش کار کردم، و بچه های ایران رپرها که تو تیم خودمون نیستن با رضا پیشرو بوده که کار کردم، با مهراد هیدن و ریویل و خیلی بچه ها بودن تا یه سال که کار کردم. کدومشون از همه بهتر بوده؟ با کدومشون بیشتر حال کردی وقتی کار کردی؟ ببین خیلی فرق داره، چون سبکایی که کار کردیم، حتی من بچه‌ای که خارج از تیم خودمون باشون کار کردم، سبکاشون خیلی فرق داشته به خود من، و یه جایی مثلا همون میت کردیم مثلا، یه جا رسیده به هم موزیکمون و با هم همکاری داشتیم، و مثلا آهنگایی که با اون این کار کردم با اون یکی خیلی با هم فرق داشته، برای همین دوست دارم، چون من موزیک یه بعدی دوست ندارم، همیشه دوست دارم با همه احساس مختلفی که یه آدم داره موزیک کار کنم، و تونستم با هر کدومشون مثلا یه جوری مچ بشم و یه آهنگ خوبه. مثلا همین میوزیک ویدیویی رو که تقریبا 3-4 هفته پیش داری بیرون، اون رو با کی کار کرده بودی؟ کارگردانش امیر قربانی ها، دوستای خوبمه که برنامه زیاد داریم امسا برای ویدیو، کارش خیلی خوبه. یه چیزی خوبی که امیر داشت که با هم کار کردیم بود که خیلی بیرون از اون جعبه فکر میکنه واقعا برای کار، چیزایی هم که مثلا شاید یه سری کارون بخواد انجام بده که با هر خواننده‌ای نتونه انجام بده، مثلا شاید با آقای ابی نتونه خب اون کاری که تو میوزیک ویدیو منتظر کردیم انجام بده، چون که موزیکشون یه جوری نمیخوره به اون داستان، و منم همینطور شاید با هر کارگردانی نتونم اون کار انجام بده، برای الان یه جوری میگم باز با هم مدل کارمون خورده به همو داریم کار جدید خوب بوده. خب با کدوم یکی از این رپرها یا خواننده ها به قول من در واقع به قول تو خواننده، به قول من خواننده، به قول خودت غیر خواننده و رپر، با کدومشون که کارگردی بیشتر از همه حال کردی؟ با همشون حال کردم، مدل خودشون، چون سبکای مختلف بودن همشون و همشون برام ارزش دارن. یعنی هیچ کدومشون نبوده که مثلا بگی که مثلا خیلی حال کردم با
این یکی که میخوام بیشتر کار کنم. واقعا بستگی به مودم داره، مثلا چون هر آهنگی توی مودی دوست دارم، مثلا توی مود باشم آهنگ رو گوش کنم میگم چقدر خوب شد، مثلا این همکاری قشنگی بود و همیشه اینجوری مودیه. مثلا این میوزیک ویدیویی که 3-4 هفته پیش داده بودی بیرون، مودت چجوری بود؟ اونو اتفاقا یه شب دبی نوشتم، چون من با دو تا قشر مختلف تو ایران واقعا رابطه دارم. یه قشری که خب شاید خیلی مرفه باشن، زندگیشون خیلی راحت‌تر از بقیه باشه، و با یه قشری که واقعا شاید زندگیشون سخت باشه، و کلا از طریق فیسبوک و جای مختلف با هواداران واقعا همه جور قشری هستن و باشون در تماسن، و میدیدم که واقعا زندگی چقدر فرق داره برای این دو تا قشر مختلف. اختلاف و خودم هم چون که از ایران خیلی دور بودم، یه شبو که خیلی دلم تنگ شده بود، دلم پر بود و خلاصه حدود 2 ساعت چت کلشو نوشتم و همه. با کی خوندی این آهنگ رو؟ آهنگ خودم خوندم، آهنگسازم امیر پلاس بود و کارگردان ویدیو امیر قربانی ها. تنها خوندی؟ یعنی خود تنهایی خوندی؟ آره خودم. مطمئنی؟ چطور؟ چیز شنیدی؟ آهنگ که یه چیزایی شنیدم، ولی حتی تو میوزیک ویدیوش، تو ویدیوش من چیزی ندیدم، فقط خودت بودی، ولی یه صدای دیگه هم میومد. اشتباه شنیدی، چون من آهنگ خیلی گوش دادم بالاخره تا مدت چیزی نشنیدم. هیچ صدای دیگه، یه صدای زنونه تر یه خورده. صدای جذاب بخون. این صدا به جا نمیارم. این صدا؟ این کیه؟ آن سوگند، آره سوگند هم بود تو آهنگه. سوگند هم بود، ها الان یاره دختر. سوگند مهمون دیگه یه امشب ماست که قراره. کجای سوگند جان؟ خوبی؟ بفرم. بی خبر؟ چی بی خبر؟ درستش از مامان بابا. یادت اومد؟ آره آره یادم. خوبی سوگند جان، میبینی؟ خدایی روزگار بی معرفت رو میبینی؟ یادش نمیومد ازن، میگو با آهنگو من تنها خوندم. نه نه، حالا اگه واقعا صدای سوگند نبود که آهنگ اصلا این نمیشد. ولی حالا خجالت. ببین حالا الان که نشسته بغل لسش، اون موقع نبود آخه. خب چه خبر سوگند جان؟ خیلی خوش اومدید. سلامتی، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی صدات قشنگه و ما خیلی لذت بردیم و لذت میبریم. ممنون، متشکرم. از صدای زیبات. مرسی. خب چه جوری شد که تصمیم گرفتی با سوگند تو این آهنگ همکاری کنیم؟ یه سری اتفاقا این آهنگ موسیقیشو داشتیم. و قسمت ترجیمندش و قسمتی که سوگند میخونه رو نوشته بودم و سوگند شاید کی بود فکر کرده بودی اصلا به سوگند موقعی که داشتی مینوشتیش یا بعدا؟ نه این آهنگ میگم جالب بود، اینو یه آهنگ دیگه بود که من روی همین موسیقی یه آهنگ دیگه نوشته بودم و سوگند 3 سال پیش که آمریکا بود توی همین مضمون آهنگ همین بود در اصل، ولی بعد سوگند اون موقع خوند آهنگو و رفت و هی آهنگ نیومد بیرون چون دوست نداشتم. خلاصه اون موقع که میگم آهنگو نوشتم، یه شب که آهنگو نوشتم داشتم به موسیقی گوش میدادم و واقعا یه آهنگ جدید نوشتن روی همین آهنگ که ترجمه‌ندی که سوگند روش خونده بود کوراسش خیلی میخورد با آهنگ و تبدیل شد به این آهنگ. یعنی صدای ضبط شده قبلی سوگند رو روی این آهنگ استفاده کردی یا دوباره خواستی ازش بیاد بخونه؟ شاید تنها آهنگی تا حالا داشتم که قبل از این که مثلا قسمت رپش رو بنویسم قسمت ترجمه‌ندش رو ضبط شده بود مثلا کامل استفاده کردی. استفاده آره. کامل بود. آره. تو چه خبر؟ خوبی؟ عالی، همه چی خوب. خوب. عرفان چجور بچه یه؟ خوبه؟ خیلی پسر آقا یک دسته گل تجربه کاریت با عرفان چجوری بوده؟ راستشو بگین اینجا اینقدر هندونه زیر بقل هم بگیم. نه اتفاقا خیلی هم راحت. خب خیلی زمان بلندیه که من دارم تو کار موزیک میکنم دیگه، جو میدن. اول خواننده بودم بعدا دست و پا در افتادم. در واقعیت اینه که خب وقتی که وارد هیپ هاپ شدم تقریبا اولین کسی که بسیار توی موزیکش موفق بود که عرفان بود. من واسه افتخارم بود که بتونم با عرفان جانم کاری داشته باشم و واقعا میگم تجربه خیلی خیلی بزرگی رو تونستم با عرفان توی سبک موسیقی. عرفان خواننده بود تو میخوندی یا نوازنده بود تو کاباره میشستی؟ اگه ناتاشا رو میخوند. آره یا آهنگای میخوند اصلا شرم آور. نه میخوام ببینم برهه زمانی، دوره زمانی که مثلا به موسیقی علاقه‌مند شدی، یعنی در واقع میخوام ببینم کدومتون زودتر شروع کردید، اینجوری بگم فکر کنم راحت‌تر.
دعوا میشه که نمیشه. اتفاقا میتونیم بگیم همزمان، ولی خب عرفان از لحاظ اینی که توی هیپ هاپ کار بکنه خب نفر اول بود، من یکم دیرتر بودم، ولی اون زمانام من خودم یه گروه داشتم به نام انتقام و اون زمان خیلی خشن بود، ولی خب کمتر کسایی هم بودن اون زمان که رپ میکردن، جز عرفان بود، رضا بود، هیچ کس بود، زد بازی بود دیگه، حضور ذهن اون چنان ندارم و ما هم دیگه تو اون زمان ها بود که شروع کردیم، ولی قبلش خب من تجربه خوانندگی میتونم بگم که خیلی بیشتر از عرفان هستش. ولی من قبلش نه بیا بشین این جلو. نه صاحب اصلا تو تجربه موسیقی تو چی میبینی؟ الان بعض قشنگ نه شوخی میکنم، شوخی میکنم بلاخره جدی میکنم، تاکید من روشن کنم اینجا من جدی شوخی میکنم، جدی شوخی میکنم، جدی شوخی میکنم. از کجا شروع کردی سوگن؟ گفتم که من نه جاشو گفتم، منطقهشو نگفتم. منظورتون چیه؟ یعنی از ایران شروع کردی یا از خارج از ایران شروع کردی؟ ایران بودی؟ اینا رو منظورم ایران، که خب من از 5 سالگی کلا آلمان زندگی میکنم، یعنی آلمان بزرگ شدم. شروعم که خب پدرم معلم موسیقی بودن و دیگه من از بچگی با کارهای چی میگن توی موزیشن فامیلی دیگه بزرگ شدم و نمیتونم بگم از کی شروع شد، میتونم بگم از همون بچگی شروع شد، ولی خب یه طوری بود که بالاخره توی سنین مختلف سبکای مختلفی رو امتحان کردم و خوندم، از پاپ شروع کردم، سنتی خوندم، کنسرت های بزرگی که پدرم توی آلمان میذاشتن باش همکاری میکردم و بعدش هم که دیگه با چند نفر آلمانی آشنا شدم، شروع کردم به انگلیسی خوندم، به آلمانی خوندم. میتونم بگم که واقعا توی رشته های مختلفی رفتم تا تونستم پیدا کنم که واقعا هدفم از موزیک چی هستش و میخوام به کجا برسم. ببخشید البته انقدر راجع به سوابق کاری صحبت کردید، سن این وسط گم شد. میتونم بپرسم چند سالته؟ چون اینجوری که گفتی بعد الان نزدیک 42 سال سن داشته باشی. سوال ایرانی بگم چند میخوره؟ چند میخوره؟ بذار بهت بگم چند میخوره. هر چی فکر میکنی همیشه 3 4 تا پایین تر رو بگوست. سیف تره. واقعا اجازه بدین. 27 26 ولی واقعا خوب گفتم. فکر کردی 32 گفتم. فکر کردی 32 فکر کردی 32 سلام. ولی خوب موندی. خیلی خوب موندی. تو چی عرفان؟ من چند سالم؟ نه آره میتونیم از اینجا شروع کنیم. چند سالته؟ اینو دیگه بگیم راحت شه. من 30 سالم. چرا گفتی؟ بهم گفتی چند تا چند تا لایک داره؟ واقعا دیدم، خیلی به خودم دیدم، مثلا خواننده های حالا باز خانم ها رو میگیم چیزی خواننده مثلا آقایون میان تو مصاحبه میان چند سالته بعد مثلا میگم درجی میدم راجع بهش صحبت کنم. مثلا میخوام فکر نکنن که وقت سنشون بالاست که حالا بستگی کم سن نه مثلا کنسرتشون نیان مثلا چیزا میترسه. بستگی داره دیگه، تو الان خودت 30 سالته، نفست از جای گرم داره، مثلا وقتی 50 ساله چون موقع ازت اگه من که زنده نیستم اون موقع احتمالاً، ولی اگه زنده بودیم اون موقع ازت میپرسم میرم هنوزم میگی چند سالته یا نه. تو چه جوری کارتو شروع کردی؟ من قبل خب موسیقی همیشه خیلی دوست داشتم از بچگی، خیلی هم سبک‌های مختلف گوش میدادم، ولی نوشتن رو از سن مثلا من الان از چهارم دبستان یه دونه آلبوم دارم ضبط کردم واسه خودم اون موقع. بارک الله. مسخره بازی و خنده‌دار و جدی و فلان همه چی، چون موزیک خیلی دوست داشتم. مثلا از بچگی تنها تو اتاقم ساعت و موزیک گوش می‌دادم، سبک‌های مختلف، خیلی آهنگایی که شاید از سنم خیلی بزرگتر بود مثلا اون موقع گوش می‌دادم. از ایران شروع کردی یا من همیشه بین رفت آمد بودم دیگه، بین ایران و آمریکا همیشه می‌رفتم می‌اومدم کل خانواده، ولی برادرهای بزرگترم خیلی نقش بزرگی داشتن تو این داستان. دو تا برادر دارم، یکی 5 سال از من بزرگتره، یکی 10 سال، و اونا هم سلیقه خیلی خوب تو موزیک دارن و خیلی به موزیک علاقه داشتن. خلاصه موزیکایی که اونا گوش میدن گوش میدادم، و خانواده‌ام خیلی اهل شعر و این چیزا بودن که من از سن مثلا شاید دوم سوم راهنمایی شروع کردم نوشتن، و اول راجع به خودم و دیگه جدی‌تر شد. خب البته میدونم که دستی در نوشتن داری و در زمینه ادبیات هم بسیار یاد طولایی داری. آره کلا نوشتن رو دوست دارم، مثلا شاید خیلی بیشتر به عنوان رپر منو میشناسن، ولی خب من شعر خارج از رپم زیاد مینویسم، ملودی نویسی رو دوست دارم، مثلا هم آهنگای قسمت های کوراس های آهنگ ترجیبنده که کار کردم تقریبا میشه گفت همشون خودم مینویسم، حالا وقتی با صدای کسی دیگه هم باشه دوست دارم نوشتن اون چیزا رو.
سناریو داستان کلا نوشتن رو دوست دارم وقت در وقت که میتونم بنویسم. یه چیزی، یه سوالی الان به ذهنم رسید قبل از اینکه، چون به هر حال این سبک، حالا شاید من اشتباه میکنم، اگه اشتباه میکنم بگی ولی یواش اول از آره اول از سوگند میپرسم. حالا قبل از اینکه، چون به هر حال خوندن یه عشقیه دیگه، توی وجود خیلی از کسایی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن وجود داره، قبل از اینکه شروع کنی به سبک رپ خوندن چجوری میخوندی؟ یا از اول شروع کردی به رپ خوندن؟ نه، از اول خب گفتم که بندری 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 میخوندم و نه شوخی نه نه ترس میتونی بگی باقیه مگه بده؟ مگه بندری خوندن کار بدیه؟ نه ولی سبکای میگم مختلفی، بیشتر توی اصیل بودم چون که پدرم هم ساز اصلیش سنتور بود دیگه، از همون بچگی این تو گوش من بود، تو خونه دیگه چهچه و راه مینداختیم و حسابی بیشتر اصیل بودش. بعدش هم که دیگه چند سالی هم که میگم با پدرم بودم توی این سبک باش خیلی تجربه تونستم کسب بکنم، بعد از اینم که سعی کردم بیشتر یعنی موزیک جدید یاد بگیرم، اونم دیگه ایرانی نخوندم، شروع کردم به آلمانی و انگلیسی خوندن، آر ام بی خوندن، بعد از آر ام بی هم که دیگه اومدم توی رپ فارسی. رپ فارسی. فارسی تو چی عرفان؟ منم خودم بیشتر از خب دیگه 30 سالمه، وقتی خیلی خیلی کوچیک بودم رپی اونجوری هنوز همه‌گیر نشده بود، ولی موزیک راک خیلی دوست داشتم، گوش می‌دادم گروه مثل نروانا و متالیکا و الیس این چینز و خلاصه خیلی بندهای مختلف، سنم خیلی کم بود. بعدم که دیگه بیشتر با رپ آشنا شدم و بیشتر وارد شدم، ولی سبک موزیک همه چی دوست دارم، مثلا موزیک هاوس هم خیلی دوست دارم، موزیک ایرانی راستش رو بخواید بیشتر چیزهای خیلی قدیمی رو دوست دارم، مثلا گوگوش قدیم رو دوست دارم خیلی، ابی و داریش قدیم رو خیلی دوست دارم، بیشتر موزیک جدید و زیاد. یعنی اینو منظور تو که جدیداشون رو دوست نداری؟ جدید که یعنی مثلا 30 ساله اونجوری چنگی به دلم نمیزنه، حس میکنم که الان حقیقتا خب اون سبکایی که من دوست دارم و دنبالشم خیلی کیفیت بالاشو توی موسیقی غربی بیشتر میتونم پیدا کنم، حالا متاسفانه. خب دوستان عزیزان همراه ما باشید در ادامه صحبتامون با عرفان و سوگند، در خدمت شما خواهیم بود. بریم به اتاق فرمان ببینیم چه خبره، باز در خدمت شما خواهیم بود. خب همچنان در خدمت دو مهمون عزیزمون هستیم که یکیشون سرزده اومد مچ مهمون اولیه رو گرفت، عرفان و سوگند عزیزم. خب یه سوالی توی ذهنم همین الان نقش بست و من الان میخوام مطرحش بکنم، اینکه به هر حال سبکی که شما موسیقی رو اجرا میکنید یا میخونید کاملا متفاوته و جدیده، به مزاق خیلی از هنرمندای قدیمی ممکنه خوش نیاد. تا حالا شده در این رابطه به مشکلی بر بخورید یا مثلا بگن شما که مثلا خواننده نیستید یا شما که مثلا موسیقی رو نمیشناسید یا اینکه موسیقی نیست اصلا؟ والا مثلا چند دفعه شنیدم، مثلا یه بار شنیدم آقای شهرام شب‌پره گفته بودن چیزی، شنیدم که آقای مهداد نمیدونم فامیلش آره اون مثلا یه چیزی گفته بود، یه سری شنیدم که گفتم، ولی خب مستقیما به تو گفتن یا ما... به کل موسیقی رپ؟ مثلا کلا به موسیقی رپ، ولی خب برای ما کلا یه چیز مثلا خنده داره، چون اصلا کلا مثلا موسیقی، حالا بی احترامی نمی کنم ولی مثلا موسیقی اگر مدل مواظب باش داری میکنی نه نمی کنم. خب گفتنیا رو بعد گفت. آره خب من آقای شهرام شب‌پره خب احترامشون واجبه، خیلی سال تو کار موسیقی هستن، ولی خب موسیقی که چند سال مثلا دارن انجام میدن واقعا سوژه خنده است، مثلا برای نسل جوان، مثلا کسی گوش نمیده بهشون و واقعا کسی هیچ ارتباطی نمیتونه باش برقرار کنه، اکثر کسایی که میبینه و همه مسخره میکنن و تو موقعیتی نیستن که مثلا
شاید یه سبکی مثل سبک ما رو بخوان بگن که خوب مطمئنی همه مسخره میکنن یا مثلا حالا یه قشری که موسیقی تو رو دوست دارن همه که نه که حالا همه مسخره میکنن چون به هر حال شهرام شبپره مثلا یکی از خواننده‌های بسیار پرطرفدار من خودم به شخصه تا حالا هیچ کسی نمیدونم بگه شهرام شبپره رو دوست دارم قابل احترام ان ایشون چون که خیلی سال تو موسیقی ایران هستن ولی کارهایی که تو چند سال گذشته انجام میدن یه سری آهنگ خوب شده خیلی پرطرفدار داشته باشن نه اصلا کاراش به هر حال برای سبک خودش به نظر من یکی از بهتریناست ولی حالا ممکنه کارهای جدیدش شما خب شاید بیشتر دوست داری اون سبک رو نه من دارم به عنوان یک من اینجا در واقع اجازه بدین قاضی دادگاه شدم میگم منم قصد بی احترامی ندارم فقط دوستم حرفم روک بزنم نه خیلی خوبه خیلی خوب من فقط دارم میگم اینجوری بگم شاید بهتر اینطوری بگم بگو امروز آقای شهرام شبپره توی اوج موزیکشون نیستن خب درسته خب، فکر می‌کنم نیستن دیگه شاید تو مثلا 15 20 ساله که نیستن دیگه و اینکه بیان انتقاد کنن مثلا همچین یه دونه چیز ویدیو درست کرده بود که من دیدم که مثلا مسخره کرده بود مثلا یکی داشت رپ گوش میداد این اینجوری این مسخرهش این بود که مثلا یکی داشت رپ گوش میداد بعد یهو مثلا یه دختری بود یا بعد مثلا موزیک آقای شهرام شبپره اومد بعد دختره گوش کرد مثلا گفت برم مثلا طرف آقای مثلا خیلی بیشتر حال کرد خب مثلا همین چیزی خب واقعا مسخره است دختره کی بوده پرومو ویدیو پرومو بود که خب البته ما طرفدارای دو آتیش زیاد داریم بعد خب هر چیزی که میشه اونا بیشتر بهشون برمیخوره و اینا رو واسه میفرستن که ما فلانی گفت رفت فلانی گفت رفت برام هم زیاد مهم نیست هر کی نظرش رو میده بعد مشکلی نداره خب البته من این نکته رو اینجا بگم البته من اینجا از خواننده های دیگه نمیخوام دفاع کنم من فقط میخوام یک نکته ای رو مطرح کنم که رپرهای خیلی بعد هم ما داریم که یعنی مثلا رپ میکنن میخوای خودتو از بالکن پرت کنی پایین خب خواننده های خیلی بدم داریم شیش و هشت خونه خیلی بدم داریم که خب ولی توی شیش و هشت خونه های مثلا کشور ما خب میگم تو هر زمینه ای بدتریناشو مثلا داریم بهتریناش هم داریم اون وسط هم داریم به چیزایی چون برای کم نداریم درسته ولی مثلا شهرام شبپره توی 6 و 8 فکر میکنم خب یکی از بهتریناست درست تو توی رپ یکی از بهترینایی خب احتمالاً شهرام شبپره داشته بدهای یا مثلا اون افتضاحات در واقع رپ رو مسخره میکرده درسته فکر نمی‌کنی نه راستش فکر کنم دروغ چرا ولی نمیدونم واقعا هر چیزی ممکنه نه چون وقتی اشاره ای نکرده مستقیم آهنگ تو رو مثلا نمیگم که با من چیز کردن که من اصلا حرفی نزدم من میگم خب فکر میکنم به هر حال من اینو میگم به دلیل اینکه ببین سوال خودت خیلی قشنگ بود گفتی که مثلا تا حالا شده که مورد حمله قرار بگیریم مثلا از کسای دیگه هم شنیدیم که مثلا آهنگساز نیستن که زاگی موسیقی رپ درست میکنن و این درست نیست مثلا اینکه 100 درصد غلطه آره چون 100 درصد از پایه و بنیان این حرف غلطه دقیقاً چون مثلا خب الان واقعا خب خیلی چیزا عوض شده مدل آهنگسازی و فلان این چیزا و بچه‌ای که آهنگسازای رپ خب من میشناسم چند تاشون واقعا کاراشون خوبه واقعا موسیقی بلدن مثلا اینا فکر میکنن چون که میشه با سافت ور موسیقی درست کرد پس هر کی که با سافت ور آهنگ درست میکنه مثلا بلد نیست آهنگسازی و این درست نیست یعنی بچه‌ها واقعا همه چی بلدن خیلی بچه‌ها درسشو خوندن و بلدن که دارن چی کار میکنن الان بسیار بهترین آهنگسازهای دنیا مثلا کانیه وست اینا همه با سافر درست میکنن موسیقیشون چیز عجیب غریبی نیست ولی نمیدونم حالا به هر حال نظری که یه سری خواننده‌های اصلا قبل دارن تو چی سوگن جان حالا این داستان دیگه عرفان ماشاءالله جان ازش بوده صحبت کسی دلم پر بود خیلی هات شد اتفاقا این موضوع چند وقت پیش که داستان کنسرت های خودم شد که قرار بود یک توری داشته باشم توی اروپا اسم من نمیبرم ولی خب خواننده های مختلفی اومدن توی کار که قرار بود بین من و چند نفر دیگه کار کنن واقعا من خود توی فنپیجم نوشتم سر این موضوع که چقدر ناراحت کننده بود این قضیه برای من که چقدر اسم یکی و سبک موزیک یک شخص برای یک نفر میتونه مهم باشه که حتی سر جایگاه عکس گذاشتن توی فلایر مثلا بخواد دعوا بشه مثلا بگن ایشون مثلا رپ میکنن باید عکسش پایین باشه من چون خوانندم یا حالا یه آهنگ خوندم خیلی باهاش معروف شدم باید عکس بالای باشم میشه بپرسم که کی بوده؟ نه متاسفانه اسم نمیگم کار سختی نیست پیدا کردنش ما پیدا میکنیم هر نه نمیگم نمیگم نه خب بگو چرا چه فرق میکنه نه لازم نیست چون که یه چیز خیلی واضحی بود بگو من کاملا واقعا زشته چون منم
به خودم گفتم که خب واقعا نصفی از کسایی که توی فن پیج من هستن و طرفدارایی که من دارم شاید ایشون اصلا نداشته باشن که من توی فن نه واقعا اینطوری هستش و خیلی ناراحت کننده بود که ماها خب حالا این سبکی که من انتخاب کردم یا دارم میخونم حالا چیز شخصی من هستش یا دوست دارم دارم برای ملتم این کارو میکنم و از جون و دل دارم این کار رو انجام میدم، دلیل نمیشه که یک کسی که سبکش با من فرق میکنه احساس بکنه که بهتر از من هستش. همینطور که من این حس رو هیچ وقت به کس دیگه نمیدم، حالا بخواد توی هر سبکی باشه. و واقعا خودم در تجربه موزیکی که داشتم تا تونستم هر سبکی رو تشویق کردم و احترام گذاشتم به همه. واقعا میگید همونطور که خودتون هم گفتید خیلی بی احترام میشه و هنوز واقعا هنوز که هنوز نمیدونم ما الان تقریبا چند سال داریم 8 سال 10 سال داریم این کارو میکنیم، هنوز که هنوز جا نیافتاده برای یک برنامه گذار باید توضیح بده که ما میریم بالا رپ میخونیم چرا داریم رپ میخونیم. نه طرفدار نداره، کسی نمیاد، در صورتی که من خودم الان نمیخوام کسی بگم کسی اونچنانی نیستم، هنوز که هنوز دارم آندرگراوند میوزیک میکنم، ولی خب وقتی یه جا میرم طرفدارم طرف من میان و خوشحال میشن از دیدنم. خب این نشونه خیلی خوبی هستش که هنوز مردم دوست دارن چیز نوع. البته فکر میکنم به دلیل اینکه البته من اینجا وکیل مدافع باقی دوستان نیستم، من فقط به عنوان یه نفر آدمی که داره با شما صحبت میکنه و نظرش رو میده و بحث و مباحثه رو پیش میبره دارم صحبت میکنم. شاید به دلیل اینکه چون ببینید هر سبک موسیقی طرفدارای خاص خودشو داره، یعنی شما هر چی بخونی حتی خالتور حتی کسایی که مثلا مفتزه ترین آهنگ های ممکنه رو ممکنه تولید بکنن و بیرون بدن و پخشش بکنن برای طرفدارای خودشونو دارن، یه تعدادی بالاخره. نه من همیشه میگم اگه یه نفر یه آهنگ درست کرده 100% یه نفر دیگه هم بیرون هست که مثل خود اون آدم به اون آهنگ علاقه داره، چون یه نفر بوده که فکر کرده این کار قشنگی درست کرده. حالا اینکه برای دور و بریاش و دوستاش یا فک و فامیلش من خواستم بزنم هر بگه من زدم سوگن خیلی قشنگ تر زد، منظور من هم همون بود، ولی یه خورده خشن‌تر تو گفت. آره یه ذره خشن‌تر گفت، روی هم داشته. ولی بس خلاصش اینه که ما با موسیقی اونا بزرگ شدیم از بچگی و الان به نظرم درست نیستش که آره اگه الان نوبت ما و بیان مثلا بخوان سبک ما رو کوچیک‌تر بکنن یا مثلا بهش توهین بکنن. حالا ما زدیم همه رو لات و پار کردیم، ولی خب کدوم یکی از خواننده ها از خواننده قدیمی حمایتتون کرده؟ حمایت خاصی نیدیم ولی از هیچ کدوم از خواننده قدیمی واقعا هیچ که حمایت نکرده، ولی من خیلی آره خب از نزدیک خواننده رو باشون آشنا شدم و از طرز برخوردشون، مثلا آقای ابی من خیلی احترام دارم براشون، ابی که واقعا خیلی واقعا هم واقعا آدم خیلی خوب و نازنینی، خانومشون خانم محشید پسرشون، همه رو میگم همیشه از نزدیک وقتی صحبت میکنیم خیلی حمایت کردن، همش گفتم مثلا موزیکاتو برام بفرست. از دور چطور؟ از دورم دست تکون دادن. نه ولی واقعا میگم مثلا اینجوری بودن، خیلی خواننده دیگه هم که باشون آشنا شدم همیشه میگم خیلی خوب بوده، ولی حمایت خب خارج از اون هیچ وقت نه که بگم من، ولی کلا رپرها حمایت خاصی از طرف خواننده‌های قدیم، خواننده‌ای که شاید قدرت زیادی دارن توی بازار موزیک ما نداشتیم. چرا فکر میکنی؟ چرا فکر میکنی اینجوریه؟ شاید حالا من مثلا یه نظر پرتی رو میگم، شاید به دلیل اینکه موسیقی رپ اونقدر با سازهای مختلف دست و پنجه نرم نمیکنه، مثلا مخصوصا توی کنسرت، یعنی مثلا نه راستش خب اتفاقا میگم تو موسیقی رپ کسایی که واقعا آهنگسازی درست خیلی از چیزهای مختلف استفاده میکنن و ما هم دوست داریم که توی کنسرتامون یه بند کامل داشته باشیم، اینا خیلی خیلی قشنگتر میشه. یعنی یه کنسرت بود که هم من بودم هم سوگند بود، یه توری بود که دور سوئد داشتیم و موزیکمون پلی میشد در این حال بندم لایو میزد و خیلی بیشتر جون میداد به موزیک ما. من فکر کنم خیلی خلاصش و حقیقتش این باشه که شاید با موسیقی ما ارتباط برقرار نمیکنن، گوش نمیدن خودشون و تحت تاثیر شاید قرار نگرفتن جوری که بچهای نسل خودمون یا مثلا همسن و سال خودمون ارتباط برقرار میکنن با حرفای ما. فکر کنم خیلی خلاصش این باشه، مثلا خب شاید آقای ابی آقای داریوش موزیک رپ خب فکر کنم احتمال خیلی زیاد گوش ندن. البته من خودم به شخصه بذار من خودم به شخصه بهت بگم که داریوش رو، چون من داریوش رو خودم به شخصه به عنوان یک هنرمند خیلی دوستش دارم و باهاشم
در روابط نزدیک و دوستانه‌ای داشتم. درست. میدونم که بسیار حمایت میکنه موسیقی رپ رو، یعنی من خیلی از آهنگ‌ها و ترانه‌ها و موسیقی‌های جدید، سبک جدید، مخصوصا رپ رو داریوش به من نشون داده. من حتی یادمه که مثلا برام پلی کرده، گفته اینو گوش بده ببین چقدر جالبه، چقدر خوب خونده، چقدر مثلا قشنگ تنظیم شده. یعنی مثلا خودش دنبال روی مثلا کارهای جدید هست. حالا ممکنه مثلا چون هنرمندیه که زیاد خودش رو در محافل عمومی نمیاد صحبت نمی کنه و مطرح نمی کنه، ولی در پشت پرده کارهای همه شماها رو دنبال میکنه، موسیقیاتون رو دوست داره و همیشه هم حمایت کرده، همیشه. یعنی من به شخص من این دیدم. ابی هم که واقعا تکلیفش مشخصه. آره، خواننده مورد علاقه من هستن واقعا، خانم گوگوش و آقای داریوش و آقای ابی، که واقعا چند شب پیشم با سوگن کنسرت داریوش بودیم، خیلی هم خوب بود، خیلی خوش گذشت. بسیار خوب بود، منم عالی بود. وصف کنسرت رو شنیدم، ولی دیگه خدمتتون عرض کنم. یه سوال دیگه هم توی ذهنم دوباره همین الان در حال نقش و نگاره ذهن من، همینطوری نقش می‌بنده و منم خلاقی هستی. آره، همینجوری خلاقیت تراوش و تراوش رو نمی‌دونم به تکاپو افتاده و داره خلاقیت می‌ریزه از سر و کله من بیرون. خب یه مبحث دیگه هم هست، اونم اینه که موسیقی رپ حالا برای آقایون که یا برای پسرها یا برای مردها، خواننده های یا رپرهای مرد، مزلات جداگونه خودش رو داره. موسیقی کلن برای خانوم ها که در کشور ما خودش به طور کلی زیر سوال و پشت پرده و مشکلات زیادی هست، دیگه رپ هم بهش اضافه بکنی، فکر میکنم اینا همه سه برابر بشه و دردسرها بیشتر و بیشتر. واقعا نکته خیلی جالبی هم الان اشاره کردید. اتفاقا چقدر آپدیتی شما، مجبورم از موضوعهای آپدیت هم صحبت کنم. اینطور هستش که من زمان اول اوایلی که شروع کردم به رپ کردن اینطور بود که اول قیافمون رو نشون نمیدادیم از ترس اینی که خب حالا ملت چی فکر میکنن و راجع به اون چی حرف میزنن. تا یک سال اول کلاها همه پایین، تیپ پسرونه، شاید هم درست نبود ولی خب باید اینطوری شروع میکردیم. تا اینی که یواش یواش چهره رو نشون دادیم، یواش یواش قدرت مثلا اولین آهنگامو فقط میخوای یه قلوباب بخوری؟ نه سیره بخور از این بخور راحت بشه. اولین آهنگامون همش رپ بود، بعد من شروع کردم صدای خودم رو به اجرا گذاشتن که تنها رپر نیستم و حتی روی خوندنم هم خیلی چی بهش میگن کار کردی و تسلط داری. دقیقا تسلط دارم. ولی خب میگم به خاطر اینکه 99% کسایی که الان توی این سبک موسیقی هستن پسرن، برای من یکی به شخصا خیلی سخت بود که وارد این قضیه بشم. یکی اینه که خب متاسفانه دیدگاه مردم عزیز ما در حالا داخل ایران و غیر از ایران نمیدونم چیه، چطوریه که زن را داخل دیوار یه طور دیگه میبینن، لای درز آجر. نه خیلی عجیبه واقعا، نمیدونم چرا همه چی واسهشون عجیبه. چرا مثلا دختر نباید رپ بکنه، دختر مثلا نباید اینطور لباس بپوشه. مثلا من الان موهامو کوتاه کردم، خیلی براشون عجیب بود همه چی، که مثلا نکنه این دختره دو جنس. مثلا یه چیز موضوعهای به خوده موضوعهای مثلا پیش میومد که من میموندم که واسه چه اصلا چه ربطی داره به خدا. یا مثلا من خودم الان تو این چندین سال اواخر با خیلی رپرای خیلی خوبی تونستم همکاری داشته باشم که باعث افتخارم برای من بود، ولی دقیقاً یادم هر آهنگی که از من اومد بیرون طرف شد دوست پسر من، من باهاش ارتباط داشتم، من باهاش ازدواج کردم، نمیدونم خیلی چیزا هست. من میگفتم آخه خدای من، آخه واسه چی؟ فقط به خاطر اینکه من دخترم، فقط به خاطر اینکه یک اسم زن روی من هستش، فقط به خاطر اینکه دارم توی هیپ هاپ کار میکنم که چند تا پسر هست و فقط حالا درسته که چند نفر دیگه الان اضافه شدن به این سبک، ولی خب من جزو قدیمی ترین هاشونم. ولی واقعا بعضی وقت خودم دیگه کم میارم، یعنی انرژی دیگه ندارم وقتی یه سری از چیزا شنیده میشه یا گفته میشه. به خودم میگم واقعا چقدر مغزو هنوز بسته است، چقدر هنوز جا داره فرهنگ ما برای یک سری از چیزا که باز بشه. ولی خب من الان اومدم که خیلی چیزا رو باز کنم. خیلی هم سخته برام من، یعنی خیلی حرفا رو باید برای خودم نیارم، خیلی باید سکوت بکنم، خیلی بحثا رو نباید بکنم، ولی
تا اینه که ببینم کی قراره این موضوع جا بیفته. پس بذارید من همینجا یک نکته ای رو مطرح بکنم. ما اصلا اگر میدونستیم سوگن اینقدر حرف داره یه برنامه رو کامل اختصاص میدادیم به سوگن. برای همین همینجا من از سوگن دعوت میکنم که هفته دیگه محبت کنی یک بار دیگه بدون این آقا پسری که یادش نبود تو رو مهمون برنامه ما باشی. من سورپرایز میام. آره تو این دفعه تو این دفعه تو سورپرایزش کن. من آهنگو میگم عرفان نبوده که نه. بعد مفصل راجع به صحبت بکنیم. قول میدی؟ قول. همینجا من به بینندگان عزیزم قول میدم که هفته بعد من دوباره سوگند رو در برنامه دعوت بکنم و به طور مفصل این بار به مسائل مختلف موسیقی رپ کشورمون به خصوص در رابطه با موسیقی خانم‌ها، خواننده‌های خانم یا رپرهای خانم خیلی جدی‌تر صحبت بکنیم. ولی این نمک و چاشنی شوخی رو هم بهش اضافه کنم. اینقدر خشونت و انقلابی می‌خوای زیاد انقلابی برخورد بکن، ولی چاشنی شوخی رو هم قاطیش بکن که چون من آدم شوخی هم کلا زیاد خودم هم سر خیلی آره. من وقتی جدی میشه بحث من اصلا شروع میکنم به نمیدونم والا وضعیتم چی الان من اینجا چیکار میکنم چرا منو انداختن این وسط. پس من این چشمو خیلی گرفتم میتونم این استر این میکروفون بفرم خلی. کار میکنه کار میکنه کار که والا اونقدر نمیکنه ولی خب دکمهش من میذارم تا توش برنامه بعد کار نمیکنه کار که میکنه بلاکش اون با کی تماس میگیریم اینو الان تماس بگیری از بیرون میان دنبال از بیرون میشه بیاد خیلی هم جالب خب حال مصاحبه ما یکی از طولانی ترین مصاحبه های برنامه چند شنبه با سینا بوده و سیر هم نمیشیم. ما خیلی پر حرفی کردیم. نه اتفاقا خیلی هم بحث‌های جالبی رو مطرح کردیم و صحبت‌های بسیار فکر می‌کنم جذابی بود. ولی وقت برنامه اجازه نمیده. بله. ببخشید دیگه من واقعا شما که هستین بغلین خلاص خیلی خوشحالم من فعلا هفته دیگه قول سوگند رو گرفتم تو هم اگه فرار نکنی از فردا ما دوباره در به در دنبالت بگردیم یه دفعه بعد بیای توی برنامه که با هم دیگه اصلا یه پلی استیشن فیفایی بازی کنیم یه شوتر باشه شوتر دوست داری چه بازی می‌کنی کال اف دیوتی هیلو البته خیلی سال دیگه وقت نمی‌کنم ولی خب هنوز که هنوزه هنوزم پیر داستانی و برای دود از کنده بلند میشه برحال دوات خیلی خوب باشه ما کال آف دیوتی وسط جور میکنیم خیلی خوب خوبه؟ خیلی لطف کردی؟ قربونت مرسی قربونت برم من خیلی لطف کردی محبت کردی دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید در ادامه برنامه در خدمت شما خواهم بود. این وسیله‌ای که میبینید وسیله ایست برای ضایع کردن آدمایی که بلد نیستن چجوری ازش استفاده کنن. دیدین این درامرها مثلا همینجوری که دارن درام میزنن من مثلا اینو اینجوری کوچولو مثلا میندازن بالا بعد میگیرنش دوباره میزنن بعد نمیدونم میچرخوننش اینا که البته بلد نیستن درست انجام بدن. ببینید چوب رو به این صورت میگیرین دستون بعد اینجوری دیدی چه قشنگ بود؟ نه هنوز نه یه جوری که چوب اتصالش با انگشت سبابه همچنان برقرار باشه و زاویه 360 درجه رو با چوب بزنید برای جلوگیری از ضایع شدن میگم ببین و سری بگیریدش قبل از که ضایع بشید اما خیلی هستن که اینجوری مثل من بلد نیستن جلوگیری کنن از ضایع شدنشون و خودشون رو ضایع میکنن بریم ببینیم چجوری ضایع میکنن
خب یه خبر بره میای تو استودیو عزیز دلم، عزیز دل برادر و خواهر و همینطور بقیه اعضای خانواده، این چه کاری آخه؟ حیثیت منو میخوای ببری؟ این چه حرکتیه؟ برای یه حسن ختام این بخش من یک بار دیگه رسیدیم به پایان برنامه این هفته. عجب برنامه جنجالی هم بود و پربار، یعنی خدا رو شکر که با خون و خونریزی به پایان نرسید. نکته ای رو من خدمت شما دوستان عزیز بگم، برنامه ما خب به هر حال بخش‌های مختلف و متفاوتی داره. ما موقعی که برنامه رو برای پخش ادیتش می‌کنیم، اضافه هاشو توی یوتیوب و توی فیسبوک می‌ذاریم که می‌تونید اضافه ها رو اونجا ببینید اگه دوست دارید. اینو خدمت شما عرض بکنم. نظراتتون رو و همچنان مطالبتون رو در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام برای ما به اشتراک بذارید. هشتگا رو قسمتون میدم به هر کی که دوست دارید فراموش نکنید که تا الان هیچ کس به یاد نداشته. هشتگ چندشنبه، هشتگ سینا بیلش و هشتگ فارسی وان تیوی در اختیار شماست. ما منتظر انرژی گرفتن از شما هستیم. تا برنامه بعد. شوخی رو جدی